دوستای بسیار از زن شفیع یارستم، یک بار دیگر شما را به برنامه امروز خود خوش آمد میگم. برنامه امروز ما یک جلسه است که در ژاپن در یونیورسیتی کیودو به تاریخ 30 جون انعقاد یافته بود. این جلسه زیر نام صلح و تفاهم بین قواهای درگیر در افغانستان بود و دعوت کرده بود جوانب متخاصم از طرف حکومت افغانستان و مردم افغانستان. جناب استانکزای رئیس شورای عالی صلح نمایندگی میکرد و از طرف طالبا جناب دین محمد نمایندگی میکرد که از پاکستان به کدام طریق سفر میکنه به ژاپن. خود این جلسه بسیار زیاد توجه ما را جلب نکرده بود که ما این برنامه خود را از او اختصاص بدم، اما یک مصاحبه رادیویی در تلویزیون زرین پخش شد که او توجه ما را جلب کرد به این، و او مصاحبه یک مصاحبه رادیویی بود که دکتر صاحب وحید وحید الله که یکی از کارمندان ارشد یونایتد نیشن یا ملل متحد است که در عین زمان یک افغان هم است، در این مورد با رادیوی صدای امریکا انجام داده بود. تصادفاً ما این مصاحبه را شنیدم، اگر نه ما این برنامه خود هم در این مورد نمی داشتم. برای از اینکه شما بفهمید که ما این را چرا اختصاص دادیم برای از این مصاحبه رادیویی، بیاییم که امی مصاحبه را بشنویم. این یک مصاحبه رادیویی است برای از اینکه یک کمی هم چهره وحید وحید الله را بشناسیم. ما از یوتیوب یک تعداد پیکچر یا بگویم که ویدیو گرفتیم و او را در روی صفحه هم اندازیم، در حالی که یا از عین انترویو نیستن. ای شما و ای مصاحبه. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 FM 100.15. د وال سټریټ جورنال خبرونه او د ای پی اژانس لیکي چې د جاپان د کیوټو د پونتون لخوا څخه د افغانستان د پخلاینې د مسالې په برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې سوي دي. د امریکا ژغ د آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی په ملګرو ملتونو کې د نړیوالو او منطقوي شخړو لستر کارپو ډاکټر وحید وحید الله سره په دې برخه کې مرکه کړې ده او دا دی اوس به د هغه نظر واوري. ډاکټر صاحب وحید الله، ستاسو په نظر دا د کیوټو په پوهنتون کې د دغې غونډې اهمیت په څه کې ده؟ ستانیزی صاحب، د جاپان د توکیو د پوهنتون مجلس چې د افغان ځواکونو د پخلاینې تر عنوان باندې یا جوړ شوی و، متاسفانه د افغانستان دپاره او یا په افغانستان کې د سولې د بهیر او بیا رغونې دپاره قطعا او متاسفانه د اهمیت کوم وړ موضوع نه دی. د کیوټو غونډه عمدتا د جاپان د عامه خلکو د مصرف دپاره جوړ شوی و او اصلي هدف یې دا و چې د جاپان د حکومت موقف دی غواړي هلته یو نړیوال کنفرانس دا په دا نږدې وختو کې د بینالمللي ډونرانو په اشتراک به هلته جوړ شي، د دې دپاره چې خپل موقف هلته د خلکو عامه افکارو باندې توجیح کړي. داسې یو غونډه جوړ کړه چې هغه زمینه دا د دې دپاره مساعد شي چې د خلکو پروټست او اعتراض هلته بیا جوړ ونه شي. داسې یو غونډه د افغان ځواکونو په اشتراک هلته جوړ کړي او دا هیڅ ډول افغانستان ته افغانستان بیا رغونې دپاره او د سولې دپاره د اهمیت یو موضوع نه دی. ډاکټر صاحب وحید الله، ډېره مننه. دې نه مخکې هم طالبانو په باره کې یا د افغانستان د سولې په باره کې داسې خبرونه راغلي وو چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، مګر وروسته بیا دغه معامله سرته ونه رسېدله. ستاسې په نظر باندې
د دغه سي مذاکرات او د ناکامۍ عوامل څه دي او یا د کامیابۍ لپاره څه کېدلی شي؟ دا چې د استرنځي سپ چې لکه چې د مخه ما تاسو ته توضیح وکړ، زه چې داسې خبرې اورم خنداره دي، ځکه چې دا خو یو معلومداره خبره دی چې طالبان هغه اصلي طالبان افغانان زمونږ ورونه دی، ولیکن دا خو دا معنا نه وایي چې د طالبان سیاسي برخه چې د آیس آی تر مستقیمې رهبرۍ لاندې فعالیت کوي، د کرزی حکومت تاسو ته باید واضح ویم او یا د ګلبدین حکمتیار تر منځ زه هیڅ کوم توپیر نه وینم. دوی ټول یو خلق دی، یوې واحدې موقف او موضوعیې لري او د یوې اجنډا دپاره چې هغه د آیس آی او د اسلام آباد نظامي حکومت اجنډا دی، دوی د مخه هغه بوځي او هغه دپاره دوی کار کوي. نو د دوی تر منځ ملاقات، تفاهم یا مذاکرات ټول بې مفهومې خبرې دی او دې له یو زرګري او عوام فریبي نه ډک کوم بل مفهوم درلودای نشي. ډاکټر صاحب، بالاخره خو په افغانستان کې سولې ته ضرورت ده، ستاسې په نظر به د سولې دغه بهیر څه ډول باید پر مخ لاړ شي چې نتیجه ورکړي؟ په دې کې خو هېڅ شک نشته ده چې د افغانستان ولس وروسته له درې لسیزو جنګ جګړو نارامیو نه سولې ته سخت ضرورت لري. بېخي صحیح دی ستانکزی صاحب، دا د داسې متناقضې موضوعګیري د هغې په وسیله ترسره نه کېږي. دا د دوه لارې نه ترسره کېدای شي، یو چې امریکا لکه چې دا اوس کوي پر پاکستان پر آیس آی نظامي حکومت باندې هلته فشار راوړي او د افغانستان په داخلي چارو کې لاس ونه وهي، که نه دا خارجي برخه دی چې یوازې امریکا کولی شي چې مستقیما پاکستان سره دا کار په نتیجه ورسیږي. او په افغانستان دننه کې د راخي لحاظ نه باید مونږ ټولو ځواکونو ته دا موقع ورکړو چې په یو ملي یووالی او وحدت په یو حکومت کې دوی ونډه واخلي او هلته مونږ عنعنوي او مډرن میکانیزمونه لرو د جرګې نه تر انتخابات پورې چې دا ټول افغانستان شمولي ټول پکې شرکت وکړي. داسې کولی شي چې مونږ په دننه کې د یو خلکو د ارادې نظام د خلکو لپاره به عمل څه شي کولی شي چې مونږ سولې ورسیږي. ډاکټر صاحب، ډېره مننه. ډېر تشکر ستانځی صاحب د تاسو نه. اگر چې ما او شما کل ما همه قدر پشتو میفهمیم که این مصاحبه را فهمیده باشیم، ولی برای از اینکه یک کم دیگه مطمئن شوم، ما میره ترجمه کردم به فارسی یا دری که کسایی که به درستی ای را پی نبردن یک بار دیگه بشنان. البته ما این ترجمه را زیادتر با اتکا به مفهوم کردیم و کمتر با اتکا به لفظ، اما کاملا ما لفظ در نظر گرفته به اساس مفهومی را ترجمه کردیم. اگر این کاملا با هم دیگه تطابق لفظی نمی کنه معذرت می خواهم. این مصاحبه را آقای نسیم استانکزی که همکار صدای رادیو آشنا است انجام داده. سوال میکنم که دکتر صاحب ویدلا، به نظر شما اهمیت جلسه دانشگاه کیودو در چه می باشد؟ جناب استانکزی صاحب، جلسه منعقده دانشگاه توکیو ژاپن که تحت عنوان آشتی دادن به طرف های درگیر تدبیر شده بود، متاسفانه برای افغانستان و برای دوباره آوردن صلح و ثبات در کشور افغانستان مایه هیچ گونه اهمیت نمی باشد. جلسه کیودو عمدتاً برای مصروف ساختن اذهان عامه انعقاد یافته بود و هدف اصلی آن جلوگیری از احتجاجات محتمل بعدی مردم ژاپن علیه یک جلسه جهانی دیگر در مورد افغانستان بود که بعداً در ژاپن برگزار خواهد شد، که در آن نمایندگان زیادی از کشورهای کمک کننده افغانستان حضور به هم می رسانند. سوال دومشان، دکتر صاحب ویدلا، در گذشته نیز در رابطه با طالبان صلح در افغانستان اخبار متعدد پخش شده بود که قرار آن امریکا با طالبان در جریان مذاکرات صلح بودند.
که چنان نشد. به نظر شما علل ناکامی آن چه بود و چگونه میتوان بدان دست یافت؟ جواب: چنان است استانک زای صاحب، چنانچه قبلا من به شما گفتم، وقتی من این اخبار را میشنوم به خنده میروم. اگرچه طالبان اصلی هموطنان و برادران افغان ما هستند، اما واضح است که جناح سیاسی طالبان که تحت رهبری مستقیم پاکستان قرار دارد و حکومت کرزی یا گلبدین حکمتیار هیچ گونه تفاوت ندارند. اینها اما زیر یک چترند و همه دارای موضع‌گیری و موقف همگونند. اینی قسمت است که مرا به مصاحبه جلب کرد و ایرم خواستم دوباره در ذهن شما بتم یا در خورد شما بتم. ایرم دوباره میخوانم براتان، ایره یک خوب گوش کنین، پسان سرش گپ میزنیم. جواب سوالشی بود که در گذشته هم در رابطه با صلح طالبا گپ های بوده، اخبار پخش شده، اما هیچ گونه صلح تا امروز به دست نامده. پیامد هیچ کدام از این جلسا صلح بر افغانستان یا حداقل کاهش جنگ در افغانستان نبوده، چرا نبوده و چگونه میتونیم به این برسیم؟ جواب میده آقای وحید وحیدلا: چنانچه قبلا من به شما گفتم، وقتی من این اخبار را میشنوم به خنده در میروم. یعنی وقتی که این خبرای صلح و مجالس صلح میشنوم، ما خنده میکنم، به خاطر از اینکه هیچ کدام از یا صلح نتانستن به وجود بیارن و هیچ کدام از یا این ارمغان نمیتونه داشته باشه. به خاطر چی؟ که اگرچه طالبای اصلی هموطنان و برادران ما هستند، اما واضح است که جناح سیاسی طالبان یا رهبری طالبان که تحت رهبری مستقیم پاکستان یا آیسای قرار دارد و حکومت کرزی و آقای حکمتیار، اینا با هم هیچ گونه تفاوت ندارند. در واقع به نظر ازی کارمند ارشد ملل متحد که در عین زمان یک افغان است، یا تقریبا عین گروپ هستند یا از عین چشمه آب میخورند. نشست ها ساختگی است، به خاطر از اینکه یا در واقع از عین جای دستور میگیرند که او آیسای است. آیا آقای کرزی از آیسای دستور میگیره؟ من نمیفهم که من در این کاملا موافق باشم با آقای دکتر سر، اما گفت سر عزیز که حکومت کرزی یا ای که توسط رابطه ای که خود آقای کرزی قبلا با آیسای داشت و ایر کلگی میفهمد در آوردن طالبا اینا اصلا داشتن، یا ای که انوز ای رابطه خود یا نگاه کردن، و یا ای که توسط افراد و اشخاص که از طریق گلبدین حکمتیار و طالبا در حکومت افغانستان جای به جای شدن که تعدادشان هم کم نیست، این حکومت زیر از این فشار است که باید گوش به تبع آیسای، و با احتمال اغلب این گپ است که یا درست است یا بسیار قریب به واقعیت است. من خودم شخصا اینمی قضیه را بعد از سالهای درازه که عمیقا در رابطه بودیم، هنوزم نمیتونم اوقدر از درون قضیه را ببینم و از والا که یک کارمند ارشد ملل متحد که عمیقا در مسائل افغانستان حداقل دو دهه در رابطه بوده میتونه ببینه. ما به این نظر موافق بودیم سالهای دراز، اما با امی دلپوری و کانفیدنس که یک کارمند ارشد ملل متحد میتونه گپ بزنه، من نمیتونم. بناهن ما ترجیح میتونم که به این گپ بسیار گوش بکنم. برای ما یک کتاب است که میتونم مؤخذ ازش بگیرم و فکر میکنم که شما هم به این باید خوب توجه کنین. سوال سیمش رو میرم برتان میخوانم. سوال: دکتر صاحب، بالاخره صلح در افغانستان یک نیازمندی است، چگونه و از چه طریقه به نظر شما میتوان بدان دست یافت؟ دکتر صاحب، در این شک نیست که بعد از سه دهه منازعه و جنگ و ناآرامی مردم افغانستان در یک تشنگی برای صلح هستند. جواب:
کاملا درست است استانگزای صاحب، اما با اتخاذ این موضع گیری های متناقض نمیتوان به صلح دست یافت. به دو طریق میتوان به صلح در افغانستان دست یافت، یکی با فشار آوردن امریکا بر پاکستان، آیسای و حکومت نظامی آن چنانچه امکنون چنان شده است. ای یک نقطه مهم دیگه است که در امی یک و نیم سال فشاری که بر پاکستان است کم نیست و برای اولین دفعه بعد از 12 سال این مطلب یک چیز اتفاق افتیده و ما و شما شاهد ازی هستیم که بعد از گرفتاری یا بعد از قتل و کشتن اسامه در پاکستان و کشف ازی که ای تمام ای وقت در احاطه یا در محوطه یک دستگاه بزرگ نظامی پاکستان زندگی میکرده، وضع امریکا با پاکستان به خرابی کشانیده شد و پاکستان زیر فشار قرار گرفت و یک چیز بسیار مهم است برای تغییر سرنوشت مردم ما در افغانستان. چنانچه هم میکنون چنان شده است، باید پاکستان مجبور شود تا در امور داخلی افغانستان دست نزند. این عامل خارجی است، اما برای طرق داخلی که دوم است، باید تمام مردم افغانستان در یک جلسه ملی اشتراک و در یک حکومت ملی که مظهر وحدت ملی باشد حصه بگیرند و ما بدان وسیله با استفاده از مکانیزم های عنعنوی و پیشرفته از جرگه تا انتخابات، آن هم که افغانستان شمول باشد و همه در آن اشتراک بکنند، تنها و تنها به ساختار یک حکومت موفق می شویم. دکتر وحید وحیدالله یک کارمند ارشد ملل متحد است که تخصصشان حل معضلات جهانی و منطقوی است. کارمندی که زیادتر از 20 سال با ملل متحد به شکل متحرک با انرژی و موفقانه کار کرده. امروز افغانستان به دو دلیل برای ملل متحد جهان بسیار مهم است، به خاطر حل یک معضله منطقوی و حل یک معضله جهانی. یک معضله منطقوی که دیگه به یک معضله جهانی تبدیل شده. برای وحید وحیدالله که یک افغان است، افغانستان یک معضله منطقوی است که خودش شاملش است، فامیلش شاملش است، مردم قریش، مردم شهرش، مردم کشورش، مردم پایتختش در او شامل است، زندگیش هست و نبودش در اوجه است و از این خاطر این شخصا بسیار برای از این نفر مهم است. وحید وحیدالله که در کنفرانس بن اول، کنفرانس بن دوم و پالیسی حکومت امریکا در قبال افغانستان تاثیر داشته، این قضیه را نه تنها مثل ما از پایین و از بیرون میبینه، بلکه عمیقتر از درون و از بالا میبینه. وقتی که اینا میگه که حل معضله افغانستان با این جلسه های ساختگیه که حکومت کرزی و طالبا و گلبدین انجام میتن صورت نمیگیره، بهتر است قبول بکنیم، بهتر است سوال کنیم که خیر چگونه میتونیم صلح بکنیم و اینا ای جواب هم در این مصاحبه دادن. ما فکر میکنم که ما در برنامه های بعدیم یک کم دیگه هم کانسنتریت میکنم، تمرکز میکنم در معرفی وحید وحیدالله و یک زمین دیگر هم مساعد میکنه برای سیمین عمر، آقای صفی الله، آقای مجددی، آقای ستار سیرت و امی سازمان آمو که یک دفعه خود یک فکر خوب در مورد خود بکنن و از این فرصت که ما به دیگر چیز مصروف میشم یک هفته دو هفته یاره وقت میتم یا یک کم فکر کنن به میکارهایی که کردن که مردم ها را یهود و در آینده کوشش کنن که را تغییر بتن. ما بر از یا یک سبق خوب دادم، یک چراغ خوب پیش رویشان روشن کردم، برشان فهمانم که اگر تیله کدی تیلیت میکنم، در دیوال میخوری، درد تیله کدن میبینی. یک قصالا که مردم یهود گفته نزدین او دوره تیر شده، از این و بعد
باید که منصفانه گپ بزنین. تلویزیون هایتان برای توهین و تحقیر مردم استفاده نکنین. آقای وحید وحیدالا حل معضلات جهانی و منطقوی وظیفه شان است، ما حل مشکلات ها و معضلات دینی است. چرا دین در زندگی مردم ما ریشه عمیق داره و این مردم بیچاره ما را توسط دین یک کار جور کردن که حلال میکنن. ایره ما و شما، آقای صفی والا، خانم سیمین عمر، آقای ستار سیرت، آقای مجددی و اشهد ارشاد، ما و شما ایره بخیر تغییر بدیم. تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ میسپارم.